خواسترینا رو خواستین؟ بیاین دهکده پروتئین اندرزگو. اگه دو تا لذت توی دنیا باشه، یکیش همین استیک کهن دهکده پروتئینه. دهکده پروتئین با 25 متر یخچال رکورد بلندترین یخچال رو شکست. ماشاءالله. نرمترین استیک ریبا رو توی دهکده پروتئین پیدا می‌کنی. نه نرم شده و بافتش مثل پنبه میمونه. به به. ما اولین بودیم، بهترینم هستیم. دریای شمال و جنوب و هر روز توی دهکده پروتئین داریم. عمو روحی، به دهکده پروتئین اولین جایی که سوسیس کالباس در حضور مشتری تولید شد خوش اومدین. اینجا اندرزگو شعبه جدید ماست. کرونای 100% نچرال پیدا کردم براتون، 0% کاملا اسلامی. این آیتمو بخر ببر باغ آخر هفته، اون زردایی که توشه کرسا. اینجا دهکده پروتئین، شعبه جدیدشون تو اندرزگو. عمو روحی، اینجا بالاترین تنوع آیتم ها رو در دهکده پروتئین شعبه اندرزگو ما داریم با 25 متر یخچال که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه از این بیشتر تا حالا محصول داشته. عمو روحی، ما ادعا داریم که اولین تولید کننده سوسیس و کالباس در حضور مشتری هستیم. اینجا ما محصولات سوسیس مخلوط، گوسفندی، بوقلمون، پنیری، شکاری، سوسیس مرغ، گوساله، سوسیس گوساله دودی و گوسفند دودی، همچنین چوریتسو رو داریم که در روده گوسفند پر میشه و شما میتونین حتی اینو سرخ کنین و استفاده کنین. رو گریل هم فوق‌العاده میشه. بله، محصولات پرفروش ما سوسیس گوساله و گوسفندمون هستش که البته این آیتم رو ما میگیم هیچ جا شما پیدا نمی‌کنین، چون گوسفندی من جای ندیدم. بله، بسیار طعم لذیذی داره. اینجا ژامبون‌های خانواده رو داریم. چند کیلویست؟ اینا نیم کیلویی هستش عموروحی. بله، اینا هم بسته‌بندیه درسته؟ بله، اینا هم ژامبون های اسلایس شده دقیقا و وز شدمون هستش. واقعا با کیفیت و در این حال خوشمزه است. عموروحی، من میتونم ادعا کنم که این محصولات سالم‌ترین محصولات سوسیس و کالباس هستن در ایران و شما اگه به سلامت خانواده خودتون اهمیت میدین میتونین اینجا تهیه کنین. محصولات ما از کشتار روز هستش، یعنی گوشت تازه و ادویه. عمو روحی، اگه دنبال یه ساندویچ عالی و خوشمزه بودیم و سالم، ما از همین محصولات ژامبونمون اینجا ساندویچ هاشو هم داریم، به اضافه فیله مرغمون، ساندویچ سینه مرغ و سینه بوقلمون. این محصولات داره سیب سبز و شما میتونید تو سوپرمارکت ها هم تهیه‌اش کنید. عمو روحی، این قسمت استیکامونه که تخصصی برش و مرینت شف مجموعه خودمونه. استیک ریبایو داریم اینجا که انقدر توی ادویه ها و روغن خابیده کاملا نرم شده و بافتش مثل پنبه میمونه. به به. اینو چطوری باید درست کنم؟ بهترین روش برای پخت استیک ریبای به صورت گریل هستش. به به. این یکی چیه؟ استیک تیبون دارم راسته و فیله گوساله. اینم میاری بیرون ببینیم؟ بله. خیلی باحاله. بافت تمام استیک های ما پنبه ایه. جانم، این مال گوساله است؟ تیبون گوساله. قسمت بزرگترش راسته و فیله گوساله. به به. همین استیک گوسفندیش هم دارم. اینور، آها، گوسفندی کوچیک‌تره. به به. اینا چطوری باید پخت؟ اینم رو گریله؟ هم روی گریل، هم توی فر و توی تابه هم میتونن تیبون گوسفندی رو تبخ کنن. توی تابه هم پس میشه. اینور چی داری؟ اینجا بیفتک گوساله دارم براتون که هم مرینیت شدهش هستش و هم سادهش. آها، این پخته چطوریه؟ پخت بیفتک توی تابه یا ایرفرایر باشه بهتر از همه حالت هاست. به به. این چی؟ بیفتک ساده است، همون گوشته بدون مرینیت. ای والا. راسته گوسفندی هم دارم براتون اینجا. به به. با چه طعمی طعم داره شده؟ با چه سس گوشت مخصوص خودمونه که پایش عسل و خردل فرنچه. ایوان، خب این ور بازار این استیک چیه؟ استیک های این سمت همشون گوساله است. فیله مینیون دارم براتون، نرمترین استیک دنیا. آخ، من خودم عاشقم. از فیله گوساله. این آب میشه تو ایرفرایر، توی تابه، روی باربیکیو، هر جا راحتی بذاره. تو ایرفرایر چقدر باید بمونه؟ توی ایرفرایر مینیون ماکسیموم 10 دقیقه توی دمای 180 درجه. خب این ور چیه؟ استیک نیویورکی هست که راسته گوساله است بدون استخون. آها، بدون استخون. یه برش کالباسی داره با پخت 2 دقیقه‌ای. اینم تو فکر کنم مایتاب هم بشه خونه. اینم توی تابه راحت‌تر از هر حالتی پخته میشه. ای والا. این ور چیه؟ تاموجریه این؟ استیک تاموجری مونه که از رون گوسفندیه، فوق‌العاده بافت نرم و لذیذی داره. ای والا. این چطوری پختش؟
اینم هم توی ایرفرایر میتونین بذارین هم توی تابه. کلا هر سوالی داشتین در مورد پختش اینجا ازشون بپرسین، کامل راهنماییتون میکنن با کمال میل. این دیگه استیک کوهان دارم خاص‌ترین گوشت این مجموعه است، کوهان گوساله گیلکی که هر جایی پیداش نمی‌کنی جانم. اینم یکی از خاص‌ترین استیک‌های این مجموعه است، شف استیک فیله گوساله است، فقط 18 روز این گوشت بیات میشه. به به، از اون استیکایی که سخت پسندا میرن میپسندن، فوق العاده طعم بی‌نظیری داره. عمو روحی این قسمت تخصصی چنجه هامونه، کوهان گوساله گیلک، فیله گوساله که نرمترین گوشت برای کبابیه. به به، بلغاری چیه؟ بلغاری همون چنجه‌ای که توی رستوران به شما میدن، راسته گوسفندی با چربی دور راسته، فوق العاده لذیذه. به به، مغز راسته دارم اینجا که باز هم گوسفندی چربیش گرفته شده کامه. به به، شاهپسند دارم کنار راسته گوسفندی، فوق العاده لذیذ و چربه. این همونی که چربیش زیاده خیلی میچسبه. به به، فیله گوسفندی هم دارم که هم میتونی کبابش کنی هم میتونی به صورت استیکی توی تابه تبخش کنی. شیشلیه اینا؟ شیشلیک هم دارم، شیشلیکامونم دو بند شاندیزی و پر از گوشته. خیلی درشته. حالا شاید همشون دو بند شیشلیکای ما. دنبه هم که برای دنبه بازا، دنبه و دنده کبابی هم آخرین آیتم منه. به به، این از آیتم های لذیذه. این پاچینی و اینا هم کار خودتونه؟ همه محصولات اینجا تولید خودمونه. پاچینی دارم، کوردن بلو که سینه مرغه و وسطش پنیر ورق پنیر داره و ژامبون ورقه ای. ژامبون خود دهکده، ژامبون بیکن دهکده پروتئین. خب این ور چیه؟ شنیسلامونه، آردای نارنجیمون شنیسلای نرماله، شنیسل اسپایسی هم دارم، فیله، رون و سینه. این فیله همونه که تو رستوران رو سالا سزار میذارن؟ خود خودشه، رول میکنه. به به، ای والله. عمو روحی استیکای گوشتمونو که دیدی، اینجا هم استیکای مرغ و بوقلمون داریم. این چه طعمیه؟ فیله بوقلمون با سس پستو، فوق‌العاده پرطرفدار. سس ماست، ماست و خردل، پرتقال، سس مغولیمون که تند و شیرینه، سس پستو توی سینه مرغ و استیک رژیمی برای ورزشکارا. به به، اینجا هم که فیله های تعمدار شده. اینجا فیله های تعمدارمونه، فیله مرغ ایتالیایی، فیله زعفرونی، رژیمی فیلش هم دارم. اگه یوتیوب باز باشین قطعا نوشیدنی پرایم رو میشناسید که توی دنیا خیلی وایرال شده، چند تا از طعمای خاص و نایابش هم میتونید توی دهکده پروتئین پیدا کنید در این یخچال نوشیدنی های به شدت جذاب. ببین توی این یخچال نوشیدنی ها شما از این دلسترا قدیمی بهنوشا میتونید پیدا کنید تا این فانتاهای وارداتی با بالاترین تنوع. یه طعمای اینجا پیدا میشه که هیچ جا ندیدین. اصلا فانتا رو بذار کنار، بیا سمت کوکاها. کوکاها با این همه طعم و تنوع دیده بودین؟ میدونستین کوکا با طعم وانیلش هم وجود داره توی دنیا؟ قدیمی رفتین مسافرت، فامیلتون میمد میگه ما رفتیم این چیزو خوردیم خیلی حال داد، اصلا تو ایران نبود، حسرت میخوردی. الان دیگه حسرت نخورید، در دهکده پروتئین انگار رفتید سفر خارجی. مثلا این نوشیدنی‌ها خیلی ترشه، خیلی معروفن، کوچولا خیلی حال میکنن، استارباکس‌ها رو با تنوع بالا دارن. یعنی اینو تو میزنی سریع انگار یه شات قهوه زدی شارژ میشی. دلسترهای ایرانی در انواع طعم‌های مختلف و برندهای مختلف و این بالا رو داشته باش. خارجی ها، این روسیه 0%، اینا همه 0%. دقت کنید اینا، ببینید کرونا اینجا نوشته 100%، ولی گول نخورید، اصلش این پایینه نوشته 0%. بله این پیدا کنید. یا مثلا این ودایی که میبینید توشون کلاژن داره واسه پوست و موست و این چیزا، خیلی خوبه، خانم ها خیلی دوست دارن. خلاصه سنتی، جدید، وارداتی، هر چی بخواید اینجا پیدا میشه. حتی از این مثلا کوکای کوچیکم دارن، مثلا یه واسه بچه‌تون واسه مدرسه میخواین مثلا خوراکی غذا چیزی بذارید، میخواین زیر جان نگیره یه دونه از اونها میتونید بذارید، یا پک واسه مهمونی‌ها درست میکنن، نوشا به کوچولو کوچولو توش میذارن، اون به درد میخوره. چیزای خاص همه چی اینجا پیدا میشه، همه‌شون هم حلالن. اینجوری بهتون بگم مثلا 0%، همه حلال. آقا هر چیزی، خرید سوپرمارکتی، هر خرید خوراکی طوری که داشتین توی دهکده پروتئین میتونید تهیه کنید. این یخچال هم قسمت لبنیاتشونه، شیر و ماست و پنیر و اینا، بهترین برندا رو که دارن ایرانی خارجی به کنار، چیز خاص هم توش پیدا میشه. مثلا ببین این سوشی آماده است، دیگه اورژانسی به سوشی نیاز داشتی میتونی بیای اینا هم تهیه کنی. اینا هم خیلی باحاله، اینا
سوپ و آشه به صورت اینجوری آماده شده، همینجوری میندازینش. سریع بریم، سریع. به به، آقا انواع شکلات های خارجی در شعبه اندرزگوه دهکده پروتئین میتونید پیدا کنید. چه تنوعی، کلی خوراکی و آیتم های غذایی خارجی هم اینجا پیدا میکنید، از جمله سوسا که تنوعش به شدت بالای، بالاخره سوسیش نیست که شما بخواید و اینجا پیدا نشه. این سویا سوسا رو مشاهده میکنید. این طبقه پایین هم که میتونید نوتلا و جیف و نمیدونم بیسکاف و همه اینا رو میتونید، این هرشیا، این سس شکلات و سس این سیروپ چیزه توت فرنگیه. خب بیا اینور، عسل از بهترین عسلای بازار توی ایرانو دارن اینجا، این عسل ملکه است. اینور ببینید انواع شیرای قشنگ حرفه‌ای، مثلا این شیر رو ببین، شیر برای مادران در دوران بارداری و شیردهی مادران میتونن استفاده کنن. شیر بادوم، شیر فندق، شیر اوت، شیر همون جای دو سر میتونید پیدا کنید. و اینجا یه سری سیروپا هست و قسمت نونا و خوراکی و بیسکویت ها. آقا نون بلکی من عاشقشم، هر جایی پیدا نمی کنید. اینجا انواع نونا رو میتونید توی دهکده پروتئین پیدا کنید. انواع سس ها ماشاءالله ایران تو سس فوق العاده قویه، برنده خیلی خفن سسی داریم توی ایران، اینجا مشاهده میکنید. دیگه یه سری آیتم های وارداتی، سس های استیک و مایونز ژاپنی خیلی باحاله، یعنی این بسته بندیش دقیقا شبیه شکم بچه هست، میگیری دستتون تا آدم بخواد بسته بندیش هم یه بار بخره خالی از لطف نیست، خیلی باحاله. سس های خاص خارجی رو اینجا مشاهده میکنید، سس توندا و ببینید چلولا، خیلی من این سس رو خیلی دوست دارم، تونخورا میشناسن این سس رو. دیگه آقا واقعا واسه خرید سوپرمارکتی منزلم هرچی نیاز داشته باشید اینجا هست. آقا دهکده پروتئین شعبه اندرزگو واقعا تنوعشون بالا بود. توی ویدئوی بعدی دوباره یه قسمتایی براتون میذارم که توی این ویدئو دیگه جا نمیشد، واقعا لازم تنوع و مخصوصا سوسیس کالباسه که خوش تولید میکنن لنگه ندارن. این شعبه اندرزگو رو بچهای منطقه یک از دست ندن. آدرس دهکده پروتئین شعبه اندرزگو، اندرزگو از مرکز خرید سانا که به سمت بوورکاوه میخواهید برید یه مقدار جلوتر نبشه وطنپور شمالی، اصلا تابلو به این بزرگی نمیتونید نبینید.